سلام و درود به شما بینندگان خوب تلویزیون با هم. امیر لاهیجی هستم در خدمت شما با برنامه Creative Mind، بله اندیشه نوآور، و میخوایم بریم به کانادا و با خانم فرناز صحبتی داشته باشیم. خانم فرناز جم، خوش آمدید. خیلی ممنون، منم خوشحالم که هستم در خدمتتون. باعث افتخار هست. خب خوبه که در ابتدای برنامه دوستان با شما و تخصصتون آشنا بشن. من تخصصم در زمینه ADHD هستش و سرتیفاید شدم از ADHD لایف کوچ و در واقع نیش مارکتی رو که توش در حال کار کردن هستم ADHD لایف کوچ فور انترپرنر هستش، یعنی کسایی که انترپرنر هستن ازشون دعوت میکنم که جوین بشن به تیم ما و کمک میکنم، با توجه به اینکه افرادی که ADHD دارن معمولا انترپرنر هستن و ذهن خلاقی دارن یا نوآوری دارن به قول برنامه شما. اینا اکثرا ADHD هستن و بسیار بیزینسمن و بیزنس ومنهای موفقی هستن، ولی خب چالش های زیادی دارن از استارت تا اند پروژه شون که من کمک میکنم به سرانجام برسه پروژه با موفقیت. مرسی. خب بذارید برگردیم از قبل. شما از چه رشته‌ای شروع کردین؟ چون این رشته رو که میفرمایید الان هم در کانادا مستقر هستی، درسته؟ اوکی، برگردیم عقب‌تر. از چه رشته‌ای شروع کردین و چطور شد که به این موضوع علاقه‌مند شدید؟ من از رشته کامپیوتر شروع کردم. رشتم IT بودش تو لیسانس و فوق لیسانسم و MBA و بعد DBA به اتمام رسوندم و چون خودم ADHD دارم و آشنا هستم با مسائل و مشکلات کسایی که ADHD دارن، تصمیم گرفتم که برم تو این زمینه تحقیق و بررسی بیشتری بکنم برای موفقیت و بهتر خودم. بعد دیدم که چقدر بیرون آدمایی هستن که مثل خودم هستن و نیاز به کمک دارن و رفتم سرتیفاید شدم توی این زمینه. و چون خودم هم بیزینس خونده بودم به افراد کارآفرین هم راحت تر میتونستم کمک کنم، هم راحت تر میتونستم ارتباط برقرار کنم، به طب اونا هم بهتر میتونستن با من کامیونیکیت بکنن. خب حالا اولین سوالی که برای بیننده ها میتونه پیش بیاد این هستش که منی که بیزنسمن هستم یا به هر حال فکر میکنم که کارآفرین هستم و شایدم هستم حتما، چطور میتونم متوجه بشم که آیا ADHD دارم یا نه؟ خب کسی که ADHD داره از بچگی که سری نشانه ها رو نشون میده. دو مدل هست، یا هایپر اکتیف هستن یا نه، آدم های بسیار ساکت و درونگرایی هستن. و با توجه به اینکه این نشانه های خاص از بچگی همراه خودشون دارن و بزرگتر میشن و این نشانه ها تغییر میکنه، اینکه فراموشکار هستن، یه پروژه رو نمیتونن تموم بکنن، کار گروهی به سختی میتونن انجام بدن، ترجیح میدن کارها رو خودشون انجام بدن و مدیریت بکنن، از کسی دستور نگیرن، یه سری نشانه های اینجوری داره که اول از همه من همیشه میگم که بهترین کسی که میتونه این افراد رو دیاگنوز کنه و تشخیص بده سایکیاتریک یا روان پزشک هستش که با تست های مخصوص با دیتیل این تشخیص روشون انجام میده. و وقتی که این تشخیص روشون انجام شد، حالا استپ بعدی اینه که توی برنامه ریزی روزانه و هدف گذاری های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میتونن که آره با کسی که لایف کوچ هستش در زمینه ADHD شروع به همکاری بکنن، چون بعد زندگیشون تغییر بدن بر این اساس. آیا شما توسط کامپیوتر و پروگرام های خاصی هم کار میکنید با این افراد؟ معمولا اگر در پروژه در حال انجام شدن باشه، ما از طریق نرم افزارهای کنترل پروژه کمک میکنیم، انجام میدیم، هدف گذاری ها رو انجام میدیم، چون اینا خب آشنا هستن
اگر بیزینسمن یا بیزینس با هم باشن، بهترین چیزی که میشه باشون کامیونیکیت کرد نرم افزارهای مختلف کنترل پروژه هستش که شروع میکنیم با اونا اینا رو، مثلا انترپرایز یا جزای مختلف که اینا رو بتونیم برنامه ریزیاشون رو انجام بدیم، مانیتور بکنیم، اگر عقب موندن مایلستون ها رو بذاریم و پیش بریم جلو. البته خب من منظورم سافر ها و پروگرام هایی هستش که برای ADHD استفاده میشه، همون ها رو شما میفرمایید؟ از اون لازم نه 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 من برای ADHD بیزنس لایف کوچ در واقع داشتم میگفتم. نه نه نرم افزار خاصی وجود نداره واسه این. پروگرام هایی هستش که حتی شبیه گیم هست، اپلیکیشن هایی باشه مثل سب فوکس مثلا. آره اپلیکیشن هایی مثل فوکس مثلا هستش، یا مانی منیجمنت، چون بعضی ها مثلا مدیریت مالی ضعیفی ممکنه داشته باشن. بسته به اینکه اون شخص توی چه چیزی ضعف داره، یعنی پاشنه آشیلش کدوم قسمته، اونو شناسایی میکنیم و بسته بر اون نقاط ضعف حالا اپلیکیشن های مربوط رو. من فکر میکنم که من میتونم بیشتر پول در بیارم، شما فکر میکنید که بتونید به من کمک کنید که تمرکز بیشتری داشته باشم؟ بله، جایی که جایی که بیشتر میشه پول در آورد اونجا تمرکز کنم و وقتم رو جاهای دیگه تلف نکنم. آره، اصلا کلا تخصص من اینه که به کسایی که ADHD دارن کمک کنم که نیش مارکت رو پیدا کنن. ببینید بیننده های خوبمون، من دقیقا مثالی زدم که خیلی از شما تو ذهنتون میتونست بیاد و بگه که خب همین چیزی که من گفتم. اتفاقا خیلی جالبه به خاطر نوع کارم، من خب گاهی اوقات حالت هایپر دارم و بعد وقتی هرچی بیشتر داشتم یاد میگرفتم 10 سال پیش در مورد مسائل روانشناسی، آدم اول از همه خودش رو میبره زیر ذره بین. اکثرمون همین کارو میکنیم و شروع میکنیم به خودمون شک کردن و خودمون رو مورد آزمایشات مختلف قرار میدیم. با دکتر هولاکویی صحبت میکردم، میگفتم نکنه دکتر منم ADHD دارم. میگفتش که خب آقای دکتر محمدیان هستش در لس آنجلس، میخوای با ایشون تستی هست، دو تا تست نمیدونم 45 دقیقه اینا هست و اینا، برو انجام بده اینا. بعد خب با دکتر محمدیان هم آشنایی داشتم و یه کمی صحبت کردیم با هم دیگه، گفت نداری، نمیخواد وقت رو تلف کنی، نمیخواد پولت رو تلف کنی، نه. یا بعد منم وسواس شده بودم به این موضوع که ببینم که هست یا نیست، خلاصه نبود. و بعد تراپیست های مختلف و خود دکتر هولاکویی من گفت تو خب فرم اجرات و نوع کاری که انجام میدی و رشته های مختلفی که خوندی باعث میشه که این اتفاق رو تو مغزت پیش بیاره و اون هایپر بودن و پر انرژی بودن رو. البته من دارم در مورد دوران جوانی صحبت میکنم، گذشت. خب خانم، البته این نکته رو بگم که لزوما کسایی که حالا ADHD کلمه است، چون ما ترم ADD نداریم، استفاده میکنن روانشناسا ولی توی ریا روان پزشکا، ولی نداریم ADD. در واقع کسایی هستن که هایپر اکتیو اتفاقا نیستن، کسایی هستن که کمبود انرژی هم دارن علاوه بر اینکه کمبود توجه و تمرکز دارن. بله. اونها هم جزء این دسته قائل میشن که بعضی وقتا غافل میشن. درسته، سخت‌تره تشخیص دادنشون. دقیقاً درست میفرمایید. خب خانم جم، ما یه صحبت های کلی با هم دیگه داشتیم و من میخواستم که در اینجا به بیننده های خوبمون این خبر رو بدم که به زودی با خانم جم برنامه های خوبی خواهیم داشت، بسیار آموزنده و علمی، در هر دو رشته، هم رشته ADHD لایف کوچینگ برای افرادی که توی بیزنس هستن و چه کمک هایی میتونن ایشون بکنن، و یک برنامه ما داریم You and Business, You and Success با خانم دکتر فوجان زینی، خیلی با یک استرکچر دقیق با سیستم AIT داریم میریم جلو که Awareness Integration Theory هستش، یک پارچگی آگاهی و بسیار بسیار خوب هست که بتونیم با همدیگه با شما به افراد بیزنسمنی که دارن اون برنامه رو نگاه میکنن و دنبال میکنن کمک بکنیم که چطور به این موضوع که شاید اصلا پنهان مونده براشون و بهش نگاه نکردن، نگاه حرفه‌ای توسط شما بندازن. و همچنین دنیای کامپیوتر و تکنولوژی هم که دنیایی هست که هممون میبایست فالو کنیم و جلو بریم. نظرتون چیه؟ بله قطعا 100%. الان دیگه دنیای کامپیوتر و اینفورمیشن تکنولوژی
توی رابطه بسیار تنگ و تنگ با تمام علوم پیدا کرده و ما نیاز داریم تو تمام علوم اینفورمیشن تکنولوژی رو استفاده بکنیم و ازش کمک بگیریم. خب برای یک دقیقه پایانی چه چیزی هست که میخواید به جوانهایی که الان تو دانشگاه هستن برای ادامه تحصیل میخوان انتخاب رشته داشته باشن؟ شما خب خودتون هم چند رشته ای هستین، کامپیوتر خوندید، بعد روانشناسی، بعد رفتید سراغ ADHD، لایسنس گرفتید، تو این زمینه تخصص دارید و دارید با بزنس وومن اند بزنس من ها کار میکنید و افرادی که موفقن در زندگیشون، خب چه پیشنهادی، نظری، صحبتی دارید؟ مهمترین چیزی که من دوست دارم اینجا بگم اینه که خودتون رو خوب بشناسید، نقاط ضعف و نقاط قوتتون رو خوب بشناسید و از این همه اینا رو تبدیل بکنید به فرصت. وقتی که آدم خودش رو بتونه خوب بشناسه، حتی اگر نقطه ضعفی داشته باشه میتونه اونا ایمپروف بکنه. من همیشه به کسایی که ADHD دارن میگم که مثل این میمونه که شما مثل یک ماهی هستید و شما انتظار داشته باشن که از درخت برید بالا یا دونده خوبی باشید. نه، شما هیچ وقت نمیتونید همچین چیزی داشته باشید. انتظار بسیار زیادی که از خودتون دارید. برید اقیانوساتون رو کشف کنید و این هستش که شما میتونید که پیشرفت بکنید. اگر بخواید نگاه کنید و مقایسه کنید که من از درخت نمیتونم بالا برم یا دونده خوبی نیستم، همیشه احساس این میکنید که عقب موندید و احساس در واقع منفی دراتون پرورش پیدا میکنه و این درست نیست. باید اون راه درست رو پیدا کرد. بسیار زیبا و کامل فرمودید. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار این برنامه گذاشتید. دوستان عزیز، لطف کنید این برنامه رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید، چرا که میتونه برای خیلی ها مفید باشه. سپاس فراوان و به امید دیدارتون به زودی. سپاسگزارم.